سلام برادر خاره عزیز، خانواده خدا، کسانی که منو میشناسن میدونن که در پرستش چیزایی که سرودهایی که آماده میکنم، پس تقریبا بدونین که موضوع چیه. موضوع چیه؟ آفرین، خانواده. خیلی هستن که در این دنیا زندگی میکنن و نمیدونن دلیل زندگیش چیه، هدفش چیه، چرا خدا ما رو خلق کرده. ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، بعضی وقت هست که اونقدر مشغول کارهایی هستیم، بعضی وقت اونقدر درگیر مشکلاتی هستیم و در میایم کلیسا خدمت میکنیم، میریم میایم، و بعضی وقت هست که واقعا فراموش میکنیم ما خانواده هستیم. هفته گذشته در این قسمت ما صحبت کردم و واقعا دوست دارم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم. یعنی عاشق این چیز هستم، چون خانواده رو دوست دارم، من عاشق خانواده هستم. و اینم فکر میکنم از قلب خداست، چون خدا خانواده رو دوست داره. و اگر یادتون باشه امروز هم این سرود رو هم خوندیم، اینم این یک سرودی هست که زمانی که ما کلیسای آلفا اومگا، اون موقع آلفا اومگا نبود، اون موقع کلیسای فارسی زبان هامبورگ بود، اونجا که شروع کردیم. کسانی که قدیمی هستن میدونن از اولین سال که ما شروع کردیم، خدا این سرود رو توی قلب من گذاشت که بتونم این سرود رو بنویسم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما رو مبارک ساخت بر هر برکت روحانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور وی در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تایید نموده تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح، بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود، که ما را به آن مستفیض گردانیده در آن حبیب. این سرودی بود که ما اون زمان که هنوز میگم که کلیسا نبودیم، ما 5-6 نفر 10 نفر اونجا بودیم که ایرانی هایی که ایمان آورده بودن و با هم جمع میشدیم و این سرود رو میخونیم. مخصوصا این سرودی که ما میخونیم، معمولا این سرود شروع میکنه در ما کار کردن. بعد از یه مدت دیگه شاید از حفظ بلد باشیم و همینطور هم تکرار میکنیم. بعضی وقت هست که سرودهایی، الان مخصوصا توی این چند مدتی هست که این سرود جنتلمن و عاشق من و اینطوری به وجود آمده، دایی من همه چی میچرخه. بعد چند روز پیش بود، کجا بودم نمیدونم، یا هفته توی سالیم بودم، نه توی سالیم بودم، توی سمینار صبح بیدار میشم، جنتلمنی عاشق تو هم عاشق، یهو گفتم این من در اوج برحال این خدمت روحانی هستم و این چیزای جنتلمن و اینطوری چیز از من، گفتم از کجا میاد این؟ مثل یک آلمانی میگن او وام، یا یعنی یک کرمی هست در گوش تو همینطور چیز میکنه، قلقلک میزنه و شروع میکنه به این دعای من خوندم. و واقعا به شما میگم تقریبا نیم ساعت طول کشید که از این جنتلمن بیرون آمدم که بتونم تمرکز کنم به کلام خدا. و واقعا هم اینطوریه، کتاب مقدس رو برمی‌داشتم دوباره، این سرودی یه چیزی هست که به هر حال خدا اینطوری ما رو خلق کرده و به این خاطر خداوند توی چیزم نگاه میکنه، تو مزامیر میگه که سرودهای تازه بسازیم. و همینطورم با این سرودها، امروز هم این سرود هم خوندیم، عیسی گذاشت این سرود رو در قلبم. یا ما قبل از اینکه ایمان آوردیم، ایمان بیاریم، مثلا ما سرودهایی نمیخوندیم، فقط آهنگای دنیایی بود. از اون موقع که عیسی مسیح از آسمان رو ترک کرد، آمد با بوسهای خودش ما رو بوسید خدا، اون موقع هست این عشق به وجود آمد، اون موقع شروع کردیم به پرستش کردن. آمین. در غزل هست اینجا نوشته با بوسهای خودش آمد رو بوسید و محبت تو از شراب نیکوتره. اولین بوسی که اول به تو، بوس روحانی که کرده شده، خود روح القدسه. به این خاطر شروع میکنی به درخشیدن. نوجوانان هم خدا رو شکر هفته گذشته این، آها امروز هم یه فیلم هم هست، نه میخواییم بذارین نگاه کنیم، آخرش هم خواهیم دید. یا
هفته گذشته حسابی روح القدس ما رو بوسید، همینطور همه می درخشیدن و چه واقعا فیض عظیمی هست. واقعا لذت میبرم زمانی که نگاه میکنم فرزندان خدا، خانواده خدا چقدر شروع میکنن به درخشیدن، چقدر از عیسی مسیح تعریف میکنن، خدا چه کارهایی در زندگی من کرده. و روز به روزم خداوندم اینجا هم انجام میده. پس هدف زندگی ما میدونیم اینه که خدا اول فکر خودش بود، هدف خودش بود یک خانواده داشته باشه و خدا این خانواده رو خلق کرده نه به خاطر اینکه الان یکم بازی کنه با ما، بلکه هدف، چون خدا محبته، خدا ما رو خلق کرده که ما رو دوست داشته باشه، خدا ما رو خلق کرده محبتش رو منتقل کنه به ما، و این منتقل شدن باعث میشه ما شروع میکنیم به پرستش کردن. آمین. خوشحالین؟ این هدف زندگی ماست، این نقشه خداست. تو در نقشه خدا قرار گرفتی. ما خانواده هستیم عزیزان. هیچ کسی نمیتونه نرمال دنیای نگاه میکنه میبینه که خانواده دنیایی هست، ولی موقته. یک روز به هر حال از هم دیگه جدا خواهیم شد و همینطور هم بعضی وقت هست که خانواده اصلا کلا جدا شدن، پدر مادر، نمیدونم طلاق، بچه ترد کرده، رفته، جدایی به وجود آمده. فقط در مسیحیت خدا رو شکر موقتی نیست، بلکه در ابدیت با هم خواهیم بود. همدیگه رو اینکه توی نگاه میکنیم، این همه با هم یک روز ابدی هستیم، ابدی هستیم ما. یه خبر خوبی برای شما دارم، شاید هم برای که برای بعضی بد باشه، نمیدونم. من مثل یک کنه به شما چسبیدم و منو نمیتونین از خودتون بکنین. هر کاری هم بخواییم بکنین تا آخر منو خواهید دید. ابدی هستم. نمیدونم خوشحال هستین؟ یک داستانی از یک معلمی بود که توی کلاسش درس یاد میداد و میگفت که بچه ها کیا هستن که میخوان برن چیز در ابدیت زندگی کنن؟ همه دستشو بلند کردن و یک بچه بود اینجا دستشو بلند نکرده. گفته، اسمش کلاوس بود، گفته کلاوس چرا دستتو بلند نکردی؟ نمیخوای بری ملکوت؟ میگه که نه، نمیخوام جایی باشم که اینا هستن. فقط خوش به حال ما عزیزان، شاید هنوز مشکلای در بین ما هست، فقط میخوام به شما بگم ما ابدی هستیم، همدیگر رو در ابدیت خواهیم دید و در ابدیت هم اینجا خواهیم دید. گفت آی چقدر احمق بودیم، چه کارهایی میکردیم، الان چه جلالی هست، چه شکوهی هست، این درخشش محبت خدا رو دریافت کردیم، شبیه خدا شدیم، تبدیل شدیم به شباهت او. محبت یه چیزی نیست که الان باید انجام بدیم، ما خودمون محبت شدیم. محبت نیست در آسمون اینجا تصمیم نگیری الان من باید یک کاری انجام بدم، چون تو خود در این ریشه قرار گرفتی و این هدف پدره، این هدف خداست. من میخوام این رو تشویق کنم که اول باور کنین به چه خانواده شما وصل شدین و کلیسا رو با یک دید منفی نگاه نکنیم. و کلیسا یه جایی است، مکانی هم نیست که ما میریم، بلکه کلیسا یه جایی است که تو متعلق هستی. آمین. تو مال کلیسا هستی. عیسی مسیح خودش هم میگه هر دو نفر یا بیشتر از دو نفر جمع بشن، من بین ایشان هستم. من الان میرم شتاد پارک با نسرین، میرم اونجا شتاد پارک، اونجا برای لذت میبریم. کلیسا یعنی عضو بدن، الان ما اونجا هستیم، ما متعلق فقط به این چیز هستیم، ربطی به ساختمون نیست. زمانی هم که تو شتاد پارک اونجا قرار گرفتیم، بدن مسیح رفته تو شتاد پارک، خانواده مسیح رفته. به این خاطر خیلی مهمه که این چیز رو، این فکری که ما میکنیم، که تصویری که هر دفعه داریم که از کلیسا یکم یواش یواش عوض کنیم. هفته گذشته هم اینطور گفتم که ما هشت اتحاد الهی به ما وصل، با هشت اتحاد الهی با هم وصل هستیم. درست گفتم؟
یه کسی گفت آمین، یعنی یه کسی فهمید من چی میگم. بقیه نمیدونن. اینم نصیب بود که منو میشناسه. یک جسد، یک روح، یک امید، یک خداوند، یک ایمان، یک تمید، یک خدا و پدر. در این قسمت همه با هم یک هستیم. هیچ کاری نمیتونی بکنی منو جدا کنی و من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم که شما رو جدا کنم. در این 8 قسمت با هم وصل هستیم. آمین. امیر، خدای تو کیست؟ عیسی مسیح. به اسم کی تمید گرفتی؟ پدر، پسر، روح القدس. و همینطورم با چه امیدی زندگی میکنی؟ یعنی تمام چیزایی هستن که ما میتونیم، یا یک روح، اون روحی که در توست، آیا روح روح القدسه؟ آمین. یک بدن هستیم. به این خاطر یک کسی که، عزیزان این مهمه، یک کسی که واقعا متوجه شده که ما خانواده هستیم و با هم وصل هستیم، نه فقط همینطور بعضی وقت ما میگیم ما جسد خدا هستیم، بدن خدا هستیم، اینا هم نمیتونیم درست، این یه چیزی است که خدا گفته که واقعا بدونیم که ما یک ارگانیسم هستیم، یا یک ارگانیسم. فقط ارگانیسم، خدا اینطوری چیز کرد ارگانیسم که بتونیم تصور کنیم که چون یک بدنی داریم و این بدن تمام سلولا با هم کار میکنه. این فقط برای اینه که ما متوجه بشیم یک بدن چیه. فقط فکر خدا خانواده هست. فقط خدا یه مثالی گذاشته در مورد این قسمت یا تصویر که ما درست متوجه بشیم چطور با هم وابسته هستیم. برای یک کسی که اینو فهمیده، واقعا فهمیده، مکاشفه شده، باید شروع کنه خانواده خدا رو دوست داشتن. دوباره میگم، یک کسی که واقعا برایش مکاشفه شده که واقعا ما یک خانواده هستیم، با هم وصل هستیم، برادر خواهر هستیم، نه فقط با زبان. مسلمان هم میگم برادر خواهر، فقط ما چون یک روح در ماست. یک کسی که اینو فهمیده باید بدونه که ما باید خانواده خدا رو دوست داشته باشیم. چرا؟ چون اول باید بدونیم که خدا محبته. و زمانی که تو یاد میگیری، و این زمانیم که ما زندگی میکنیم، یاد میگیری محبت کردن چیه. زمانی که ما شروع میکنیم یاد گرفتن کلیسا رو یا بدن خدا رو یا خانواده رو دوست داشته باشیم، اونجاست که بیشتر و بیشتر اون خدا در ما شکل میگیره، ما تبدیل میشیم. زمانی که عیسی مسیح میگه که اگر احکام من رو نگه دارین، در محبت من میمونین و احکام من چیه؟ همدیگر رو دوست داشته باشیم. پس زمانی که ما میگیم که، و خدا من میگه که الان همدیگر رو دوست داشته باشیم، اینه که اگه ما شروع کنیم این قدم ها رو یا این تصمیم ها رو بگیریم، منظور این نیست، خواهش میکنم از امروز به بعد بگید الان من سعی میکنم برم اونجا محبت کنم. نه، این یه چیزی است که خدا باید در ما به وجود بیاره. فقط اول باید این فشتنت نیست، این چیز رو، این تصویر رو، این چیز رو داشته باشیم، این دید رو باید داشته باشیم. یعنی زمانی که خدا با من صحبت میکنه، یکی به آلبرت میخوای در من روش کنی، واقعی میخوای در محبت من روش کنی، تبدیل بشی، میگم بله. میگه محبت کن، به خانواده من محبت کن، چون این احکام منه. بعد میگم آخه چطور میتونم محبت کنم؟ میگه من به تو این روح خودم رو بخشیدم، روح القدس رو دریافت کردی، در این روح القدس محبت منه، تو فقط باید بخوای و تصمیم بگیری. اگه کسی رو دوست داری، دوست نداری، هر چیزی هم باشه، به تو این امکان رو به تو دادم بتونی بری محبت کنی. به این خاطر اولین قسمت اینه که زمانی که ما شروع میکنیم به محبت کردن خانواده خدا، اونجا خودمون شروع میکنیم به رشد کردن. و همینطور هم قسمت دوم اینه که هدف خدا اینه که زمانی که ما میاییم اونجا، عنوان یک خانواده جمع میشیم با هارمونی، با صلح، با سلامتی، با محبت، به این آزادی، اینجا اتحاد ما که از قلب خداست، در یوحنا باب 17 اینجا نوشته شده، اتحاد ما کاملتر میشه.
یوحنا باب 17 میگه که پدر جان دعا میکنم همینطور که تو من با تو یک هستم ایشان هم در ما یک باشن تا دنیا بدونه که تو منو فرستادی. آمین. پس قسمت دوم زمانی که من میگم که ما باید اگه میخوایم واقعا به این یعنی مکاشفه رو گرفتیم که واقعا جز خانواده خدا هستم پس باید این قدمایی که من برمیدارم واقعا این اتحاد رو نگه دارم در کلیسا و چون این از قلب خدا هست و همینطورم سومین قسمت اینه که اینجا در این دنیاست که ما شروع میکنیم یاد گرفتن محبت کردن. ما باید بدونیم یک روز اینجا در آسمون اونجا کامل خواهیم شد. فقط الان اینجاست که الان ربطی به انگیزه توست که زندگی میکنی با چه انگیزه زندگی میکنی. هر چقدر در این ورا زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح میبینیم که بعد از اول عاشق میشیم الان کلیسا رو همه چی فقط نور میبینیم فقط محبت میبینیم همینطور عاشق خدا شدیم کور شدیم. بعضی وقت هست که کور میشیم یعنی عاشق میشیم کور میشیم. زمانی که ما همینطور به عیسی مسیح ایمان میاریم کلیسا همه چی عالیه. بعد از این یک کم اونجا وارد میشی یواش یواش مشارکت هایی داری اون موقع یهو متوجه میشی نه اونقدرم عالی نیست خیلی مشکلاتی هست خیلی کله شقی هست خیلی خودخواهی هست خیلی ریاکاری هست دروغ هست. یا فقط اینجاست که در کلیساست که ما خودمون آماده میکنیم برای ابدیت. اینجاست که من باید یاد بگیرم محبت کردن چیه یاد بگیرم چطور احترام بذارم چه تصمیمایی بگیرم و اینجاست که من خودم رو آماده میکنم این تحصیلات رو میگن برای در دنیایی آماده میکنم یک روز زمانی که در ملکوت خدا هستم دیگه اون موقع دیگه سعی نمیکنم دیگه اون موقع تبدیل شدم و شما تبدیل شدین. آمین. به این خاطر این که خداوند میگه که این حکم را از وی یافتیم که هر که خدا رو محبت می نماید برادر یا خواهر خود را نیز محبت بنماید. این حکم خداست. به این خاطر عزیزان برای این تمرین کردن چه چیزی احتیاج داریم؟ احتیاج به مشارکت داریم. بدون مشارکت ما نمیتونیم یاد بگیریم. مسیحیت هم یک زندگی سولو میگن آلمانی میگن سولو فارسی میگن انفرادی تک نفر من خدا رو دارم احتیاج به چیزی ندارم و زندگی خودم رو انجام میدم احتیاج به کلیسا هم ندارم. بعضی وقت دوست دارم میام بعضی وقت دوست ندارم نمیام و افرادی هم هستن که برحال از کلیسا به کلیسا همینطور میرن سعی میکنن بهترین کلیسا رو به چیز پیدا کنن برای خودشون و میبینن که بعد از 10 سال میبینن هیچ کلیسایی کامل وجود نداره که چون چرا؟ چون همه در حال تمرین هستن همه تمرین باید بکنن و بعضی خلوچلا هم اونجا هم هستن که خدا اینم اونقدر روی پات میذاره اونقدر چیز میکنه که یاد بگیری که بمیری تسلیم بشی. افرادی هم اصلا اینجا میان سیخونک میزنن تو رو اونقدر که این خودخواهی تو کل شقی خود یا نمیدونم غرور خود اونجا شکست بخوره. فقط اینجاست که مشخص میشه آیا واقعا میخوای تبدیل به عیسی مسیح بشی یا نه. موافق هستی؟ همه من فکر میکنم همه ما درد میکشیم یا بعضی اصلا خیلی درد کشیدن بعضی اصلا که یاد گرفتن پوست من یکم کلفت شده و دیگه نه اینطوری کلفت شده که شما فکر میکنین چون اگر اینطوری فقط کلفت بشه از درد و از خشم یا از اینکه نه واقعا به شما میگم من خانواده رو دوست دارم. الان دوستی من زمانی که میگم دوست دارم خانواده رو دوست دارم منظور نیست که همه شما الان میتونم عاشقانه نه همون دوست داشتن احترام گذاشتن قبول کردن و همینطور هم تصمیم گرفتن برای شما بایستم و خیلی چیزهای دیگه هم هست. به این خاطر برحال همه ما چیزهای منفی رو در خانواده به دست آوردیم. فقط اینجاست که باید یاد بگیریم عزیزان همینطور در افسوسیان باب 4 اینجا نوشته که
با تمام دل سعی کنین اتحاد رو در مسیح نگه دارین. اتحاد رو هفته گذشته کوتاه صحبت کردم در مورد اتحاد، یعنی زمانی که من سعی میکنم از امروز به بعد میگم که خدا من تصمیم میگیرم کلیسای تو رو برادر خواهری هستن، هر کسی هم باشه، هر چقدر خلوچل باشه، هر چقدر ریاکار باشه، اوکی خداوند تو او را نجات دادی، من فقط تنها کاری میتونم انجام بدم احترامش بذارم، پشتش حرف نزنم، طردش نکنم. این نشانه اینه که تو اتحاد رو نگه میداری، پشتش حرف نمیزنی، مثبت فکر میکنی. من میگم که خداوند من زندگی من نگاه میکنم میگم من چقدر پر از غرور، پر از کلش، پر از چیز حسادت و خیلی چیزایی در من بود، تنفر در من بود، برای بعضی از افراد مرگشو میخواستم. زن بعد به این نتیجه میرسم میگم که تو خدا من آمدی منو اینطوری نجات دادی که الان اینجا نه فقط من با تو زندگی کنم، حتی بتونم اینجا به تو خدمت کنم. پس من کی هستم که اون شخصی هست که هنوز خلوچله، هنوز شاید مشکلایی داره، خلوچل برحال اینطوری به دنیا نامده، یه خلوچل فقط میگم نمیدونم درسته کلامش درسته، یعنی کسی هنوز در دست تعمیده، تعمیره، تعمید. برای زمانی که ما اینطوری فکر کنیم من کی هستم که کلام خدا میگه که شخص چطور نوشته، برادری که نمیدونم فارسیش نمیدونم چیه، نه رومیان نوشته که تو اون اربابش عیسی از مسیح، تو اجازه نداری او رو حکم کنی، داوری کنی، تو او رو نجات ندادی، خدا او رو نجات چی؟ آها، تو کیستی که در بنده دیگر قضاوت میکنی، حکم میکنی، شما هم اجازه نداریم همینطور منو محکوم کنی، اون خداست که منو نجات داده. فقط زمانی که بدی رو در من میبینی، اشتباهات رو در من میبینی، بریم پیش اون صاحب من، اونجا دعا کنی اون گوشای منو یا میکشه یا میاد منو اونقدر محبت میکنه که من فروتن میشم. روش های دیگه هست، بعضی وقت خدا با چوب باید بیاد، بعضی وقت که با محبت. به این خاطر من فکر میکنم مخصوصا در این زمان آخر احساس میکنم خیلی زیاد، الان خیلی موضوعهای زیادی هم تو این چند مدت صحبت کرده، فقط خدا هر دفعه فکر میکنم میخواد هدایت کنه در این دید تازه از خانواده بتونیم داشته باشیم، چون آخرین زمان اتحاد خدا به وسیله عیسی مسیح، به وسیله اتحاد ایماندارها خودش رو ظاهر خواهد کرد. گوش میکنین، یه چیز مهمی عزیزان، یک روز عیسی مسیح خواهد آمد. عیسی مسیح نمیاد میگه الان من میرم پایین، بلکه منتظره که این اتحاد، این بدن مسیح، الان که دنیا رو که اینطوری نگاه میکنیم میتونیم بگیم تمام دنیا پر از کلیساها هستن، یعنی میدونم شاید 2 میلیون کلیساهایی هستن، همه بدن مسیح هستن. یا زمانی که این تمام خانواده واقعا به این اتحاد میرسه، گوش میکنید، اتحاد میرسه، مثل اینکه جسد مسیح، بدن مسیح برمیخیزه، اونجاست که خدا میاد، یا بیشتر بگم که اول کلیسا روبوده میشه و همینطور خدا فهمی داره و آمدن عیسی مسیح برای دومی بار که بیاد اینجا آماده میکنه. به این خاطر خدا در این قسمت ما رو آماده میکنه برای اتحاد بودن، و برای این احتیاج داریم. 4 تا قسمت هایی هست که باید اینو بیشتر و بیشتر یاد بگیریم، یاد تو فکرمون اینجا شروع بکنه کار کردن، دعا کردن برای این قسمت. اینجا میگه که ما نیز که بسیاریم در مسیح یک بدن را تشکیل میدهیم و هر یک اعضای یک دیگه هست. اینو ما شنیدیم، ما تعلیم را شنیدیم، فقط خدا میخواد یادآوری کنی ببین ای برادر خواهر عزیز، شما یک بدن، یک ارگانیسم هستین، نمیتونین از هم دیگه جدا بشین.
نمیتونین همدیگر رو رد کنین. همدیگر رو رد کردن به ضعف تو تمام خواهد شد. و علی اتحاد که میستی اونجا بیشتر خرابکاری میکنی. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح هم خدا رو شکر میگه بدن مسیح یا جسد، یعنی بیشتر بدن مسیح صحبت میکنه، همینطورم خانواده هستیم، همینطورم جایی هست که عیسی مسیح خودش هم میگه که کلیسا چیه؟ عروس خداست. درسته؟ ما عروس عیسی مسیح هستیم. به این خاطر ما نمیتونیم الان بگیم عیسی مسیح تو رو دوست دارم، ای داماد عزیز تو رو دوست دارم، فقط عروس تو رو دوست ندارم. میتونیم بگیم؟ غیر ممکنه. ما نمیتونم بگم که عیسی تو رو دوست دارم و کلیسا که بدن مسیح رد کنم. این چیزایی هست که باید دوباره جلوی چشمون بیاریم. یک خدا میخواد یک چیزای چی میگن یکم تکون بده ما رو که دوباره فوکوسمون درست باشه، که واقعا شروع کنی عاشقانه کلیسا رو یعنی خانواده خدا رو دوست داشتن. به این خاطر میبینیم که در قرن اول خیلی جالبه، در قرن اول اینجا میبینی که زمانی که روح القدس با قدرت عظیمش آمد و کلیسای بدن مسیح یا خانواده خود مسیح چی شد؟ شکل گرفت، یعنی به دنیا آمد یا در این دنیا به هر حال ظاهر شد. اینجا میبینیم که روح القدس الان از این یهودیایی که اونجا هستن، اول 120 نفر بودن، بعد از این میبینید 5000 نفر، 3000 نفر، بعد از این دوباره هزاران نفر ایمان آوردن. الان ببینیم که روح خدا این افرادی که هنوز هیچ آشنایی با عیسی مسیح نداشتن، فقط دنبال مسیح بودن و الان اونجا ایماندار شدن، روح القدس آمد. الان ببینید که روش چی بود، یعنی چه اتفاقی افتاد. در اعمال رسولان باب 2 آیه از 44 تا 47 نسرین اینو میخونه. منان همه با هم به سر میبردن و در همه چیز شریک بودن، املاک و اموال خود را میفروختن و بهای آن را به حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم میکردن. ایشان هر روز یک دل در معبد گرد میامدن و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند. تمامی خلق ایشان را عزیز می داشتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می افزود. آمین. چقدر شیرین است نه؟ الان می تونی تصور کنی چه فضایی بود؟ می تونی تصور کنی؟ یعنی من فکر میکنم این یک قسمتی بود که خدا در قرن اول نشون داد که گفته که زو این هست که من میخوام. یک روز کاملتر خواهد شد. فقط اینجاست زمانی که روح خدا میاد تو رو تبدیل میکنه، دیدت همه چی عوض میشه. و اینجا میبینی که این افراد اینجا هم کتاب مقدس نداشتن، یعنی عهد جدید رو نداشتم برم بخونم. میگن که آها احکام خدا میگه که من باید برادر خواهرها رو دوست داشته باشم، آها الان باید برم این کارو بکنم. نه، روح خدا انقدر فرو گرفته بود که اینجا همینطور که گفته که همه با هم بودن، همه چی شریک بودن، همه چی تقسیم میکردن، هر روزی با یک دل میآمدن تو معبد پرستش میکردن، تو خانه های خودشون دعوت میکردن، اونجا جمع شده موقع کلیسا که نبود، یا خدا رو حب میگفتن، همه چی رو تقسیم میکردن و خلق چی میگه؟ تمامی خلق ایشان رو عزیز میداشتند. یعنی این یک تصویری هست که خدا از این کلیسای اول نشون میده که خدا دنبال چی است. هیچ کسی نیازی نداشت، همه می آمدن، همه من میتونم تصور کنم که همه در فکر دیگران بودن، برای خودش فکر نمی کردن. تقریبا میشه گفت مثل یک خانواده جسمانی که پدر مادر موقع هیچ موقع فکر نمی کنن، فقط مهم اینه که ما سیر بشیم، برای بچه‌هاش فکر میکنن، همه کار و چیزا رو تقسیم میکنن. این
به هر حال تو خانواده خودمون، به هر حال اگه خانواده سالم هستیم اینطوری فکر میکنیم، اینطوری زندگی میکنیم، اینطوری رفتار میکنیم. الان اینطوری نگاه کنی، الان روح خدا میاد از افرادی که از همدیگه هیچ اطلاعی نداشتن، یهو خانواده تشکیل شد، خواهر برادرها و همه چی شروع کردن تقسیم کردن، صحبت کردن، پرستش کردن، شکرگزاری کردن، درو باز میکردن، افراد میآمدن تو خونه، جمع جمع میشدن و کتاب مقدس از عهد عتیق شاید این قسمت هایی میخوندن، فقط پرستش میکردن، شکرگزاری میکردن، یک روح خدا ایشان را هدایت میکرد. و در این زمانی که خدا میخواد، که زمانی که روح القدس، خداوند میگه که در باران آخر خواهم ریخت، زمانی که روح القدس خواهد آمد و ما خودمون رو آماده میکنیم و این روش رو داریم، من میخوام سعی میکنم کلیسای خانواده خدا رو اونجا بنا کنم، مثبت فکر کنم، مثبت اعلام کنم، بدی رو نبینم، مشکلا رو فقط نبینم، برای مشکلا دعا کنم، فقط اعلام مثبت رو انجام بدم. عزیزان، عیسی خدایی که نگاه میکنیم، خدای هیچ موقع چیزای منفی رو اعلام نمیکنه، هر موقع هم که اعلام میکنه پشتش وعده هست، میگه من این کارو خواهم کرد، این کارو، چون این کارو کرد، این کارو، فقط زمانی که توبه کنی، بازگشت کنی، این چیزا رو از تو برمیدارم. ما باید مثبت اعلام کنیم برای رو برادر، ای این چه احمق آمده دیر. نه، الان اینطوری باید نگاه کنی، خدا من الان هر چیز دعا میکنم دست تو روی زندگیش بیاد، او رو تبدیل کنی. تو میتونی از این شخصی که الان به هر حال رفتارای چیز می، تو میتونی از او یه واعظی بسازی. الان شما اینجا همه که اینجا نشستیم، همه ما به هر حال توی زندگیمون تو اوج گناه اونجا زندگی میکردیم، شاید یکم سالمتر بودین از من، بعد همه از یک ریشه ای آمدیم. زمانی که ذهنمون عوض میشه، الهی فکر میکنیم، الهی اعلام میکنیم، مثبت رو میاریم توی کلیسا. خدا میگه حداقل یک کسی هست که دعا میکنه این احمق ایمان بیاره. ببخشید این کلام رو میگم، چون فارسی هم یکم چیز نیست، یا این کور یا این کر و هر چیزی، این خرابکار، یه کسی حداقل از دعا میکنه، به این خاطر فرشته خودش رو میفرسته که حداقل بتونه هدایت کنه که این شخص نجات پیدا کنه، یا الان عضو کلیسا شده و مشکلای گوناگون داره که بتونه خدا کار کنه. الان شاید کار نکنه، شاید این شخص واقعا بگم که همونطور چیز بمونه، خودخواه بمونه، دیگه ربطی به تو نداره. این خداست که اونجا گذاشته، زمانش خدا یا شاید برداره. یه کسی که اینجا به هر حال ویروس هایی میاره توی با خودش در کلیسا، بعد از یک مدت زمانی که ما درست بیستیم و دعا کنیم و شفاعت کنیم و مثبت اعلام کنیم، خدا این ویروس رو برمیداره. بعد اگه اعلام منفی بکنیم، خدا یه ویروسی دیگه هم میاره، میگه که هنوز یاد نگرفتی. موافق هستین؟ کلیسای قرنت میبینیم که اونقدر فقط دعوا میکردن و چیز میکردن و پر از ویروس شده بود. میگه که بابا این چیزها رو بندازین دور، درست قضاوت کنین. کلیسای به هر حال قسمت هایی بود که خیلی جسمانی بود. فقط ما الان ما باید یاد بگیریم، دیدمون باید عوض بکنیم. ما همینطور، ما احتیاج داریم عزیزان، زمانی که ما در مورد محبت صحبت میکنیم و کلیسا خداوند اینجا گذاشته که ما یاد بگیریم محبت کردن، پس باید مشارکت داشته باشه. و اینجا در این آیه که نوشته که همه چی رو، همه چی قسمت تقسیم می‌کردن. خب الان ما چی می‌خوایم؟ منظور اینه که یعنی الان بیایم اینجا من پول شما، پول منو به شما بدم، یا پول منو یا چیزای مادی رو به شما بدم؟ نه، تقسیم کردن ربطی فقط به این چیز نداره، میتونه باشه الان کمک کردنه. فقط تقسیم کردن میتونه همینطور از تجربه خودمون میتونیم چیز کنیم، صحبت کنیم، از شهادت‌هایی هست. من تک تنها نمیتونم تمام بگم، تمام این تجربه ها رو بکنم که آدم بشم. فقط میتونم از شما یاد بگیرم، از تجربه های شما میتونم یاد بگیرم. اشتباه هایی که من در مسیحیت کردم میتونم به شما بدم، بگم و یهو متوجه میشی. دیروز ما توی کنفرانس، توی سمینار بودیم اونجا و برادرمون آرش یک چیز اشتباهی بود که اون موقع کرده بود، شروع کرد این اشتباه رو گفتن. تن بدن، نه تنه، موها بدن سیخ میشه، یا
چرا؟ یک شهادتی بود که خودش گفت. گفته من اینطوری که اینجا کلکی کردم، چیزی کردم، آخر خدا نشون داد، گفته نه اینطوری نیست، تو باید در این قسمت اینو بکنی، اینو توبه بکنی، یهو برکت آمد. دو نفر اونجا گفتن که مرسی که گفتی، منم در این حال بودم، الان اینو عوض میکنم. احتیاج نیست خودش توی دام بیفته که یاد بگیره، از دامی که بعضی وقت ما میفتیم میتونن دیگران یاد بگیرن. به این خاطر قسم تقسیم همه چی رو تقسیم میکنه، یعنی تمام تجربه هایی که ما داریم میتونیم صحبت کنیم، بدون اینکه مثلا نشون بدیم که ببین من فقط در ایمان عالی بودم، هیچ مشکلی نداشتم. نه، ما بیشتر میتونیم همینطورم از اشتباهاتی که کردیم صحبت کنیم با صداقت، اشتباهی که کردیم که خدا فیض بخشیده که من الان آزاد شدم، که دیگران بفهمن الان دیگران چی فکر میکنن، سوء استفاده میکنن نمیکنن، اینم ربطی به تو نداره، تو وظیفه خودت رو کردی. و همینطورم تقسیم کردنم همینطور که گفته تو خونه های خودشون جمع میشدن و خدا رو پرستش میکردن. من چند بار به برادرها خواهرها برادر بیشتر برادرها با که کنار دارم کار میکنم، میگم که عزیزان سعی کنین نه فقط توی کلیسا ما جمع بشیم، سعی کنین در هفته با هم ارتباط داشته باشیم، بریم با هم قهوه بخوریم، بیایم با بریم کباب بخوریم، بریم یه کارهایی انجام بدیم، بریم دوست باشیم با هم دیگه. این نیست که فقط بیایم توی کلیسا فقط روحانی باشه، بلکه ما میتونیم حتی بریم اونجا، هوا هم عالیه، بریم اونجا چتاد پارک اونجا هم بشینیم. الان اینطوری نیست که بریم اونجا دعا کنیم الان بیام، نه خودت باش. اگه دوست داری آبجو بخوری آبجو، من دوست دارم در این گرما یک آبجو سردی بخورم لذت ببرم، بعد مست نمیشم. بعضی وقت هست که بعضی وقت شده که چیزی تو معده ام نداشتم، به چیز خورده، به چی میگن، اثر گذاشته، یا فقط به هر حال لذت از این لذت‌هایی که خداوند هم در این دنیا گذاشته، ما میتونیم مثل برادر خواهر با هم جمع بشیم، بریم با هم مشارکت داشته باشیم و بریم اونجا به هر حال از همدیگه یاد بگیریم. میگم که روحانی نکنیم اینطوری، فکر نکنیم فقط زمانی که ما دعا میکنیم روحانی هستیم، نه، زندگی روش ما باید روحانی باشه. یک دیگر رو بدون همهمه و شکایت مهمانی کنید. هم شکل کارگزاران امین بر فیض گوناگونه خدا، یک دیگر رو با هر عطایی که یافتید خدمت کنید. درست خوندم؟ سو اینجا میگه که هر چیزی که داری خدمت کن. بعضی وقت هم هست که واقعا در این مشارکت هایی که ما داریم اونجا، یه اونجا میشینیم خیلی نرمال برای از دنیا از سیاست صحبت میکنیم، یه خدا یه پیامی میده، از چیزهای دیگه میتونه صحبت کنه. من میخوام بگم که یاد بگیریم اینطوری، میخوام بگم آدم باشی، منظور من یک آدم یعنی خودت باشی، روحانی نکن، روحانی تر خودت نکن که نیستی. زمانش هست که روحانی باید باشی، زمانی هم هست که خودت باش. و این چیزی هست که ما باید یاد بگیریم. و همینطور چیز کردن، تقسیم کردن همینطور مشکلهای خودته یا دردهای خودته. ما احتیاج به کمک داریم، احتیاج الان نه فقط هر دفعه باید بیای پیش شبان اونجا روان درمانیه بشی. همینطور برادرهایی که با هم هستن که زمانی که میدی که من در این قسمت یک مشکلی دارم، اگه چیزهای عمیق هست اوکی، باید بیایم پیش شبان، چون واقعا اونجا احتیاج شاید یا شبان یا خادم هستن که بتونم اینجا خدمت کنم. فقط نرمال اگه مشکلی داری، اگه سیگار میکشی میگی من میخوام آزاد بشم، احتیاج نیست بیای پیش من، میگه پاستور دعا کن، پیش برادر بگی که منم چند مدت است میخوام ترک کنم، الان نمیتونم ترک کنم، میتونی برای من دعا کنی. اینو تقسیم میکردی، دردهای خودت، یا مثلا اگه یه اتفاقی در زندگی تو افتاده درد میکشی. این چیزایی هست که این مشارکت هایی هست که ما باید بیشتر و بیشتر با هم داشته باشیم. و همینطور هم قسمت بعدی هست که ما باید همینطور زمانی که من میگم من جز خانواده خدا هستم، باید احساس مسئولیت برای خانواده بکنم،
باید احساس مسئولیت بکنم. من فکر میکنم همینطورم که هست، شما هم تو احساس مسئولیت برای خانواده جسمانی خودتو میکنین. شما اجازه نمیدی مثلا اتفاقاتی که افتاده مثلا بیرون از خانواده بره، سعی میکنین همه چی رو بپوشونین، هدایت کنین. یا و همینطورم به هر حال احساس مسئولیت کردن، یعنی چه با چه عطایی، با چه استعدادی، چیزی که به من بخشیده چطور میتونم به کلیسا، به خانواده خدمت کنم. چه چیزایی من دارم که مثال میگم الان این خانواده من احتیاج داره. همه ما به هر حال استعدادها، عطایی، چیزایی داریم. زمانی یک کسی میگه که واقعا اونجا یک ضعفی هست و من میتونم این ضعف رو پر کنم، این شخصی است که واقعا قدر خانواده رو میبینه و میگه که من حتما اونجا کمک خواهم کرد و نه فقط کمک، بلکه اونجا جاش رو خالی نمیذارم، بلکه اونجا کمک میکنم. و قسمت چهارم هم هست که اینجا میم تو بخش اشتیاق. در زمانی که در مورد مشارکت صحبت میکنه به زبان یونانی میشه کوینونیا. کوینونیا یعنی با هم با این رابطه صمیمانه شفاف باشیم با همون که من با خدا هستم. زمانی که با خدا این آزادی رو دارم، با او این ارتباط عالی با او دارم و در صداقت و همینطور پرستش میکنم و همینطورم برحال با این رابطه دارم، اینطوری با شما داشته باشم، این کوینونیا یعنی با اشتیاق، با علاقه مندی. یعنی ما باید یاد بگیریم و برای این باید دعا کنیم عزیزان که خداوند این اشتیاق رو در ما به وجود بیاره. همینطوری هم که عیسی مسیح میگه که کسی که منو میبینه و چطور گفته؟ کسی که منو میبینه و منو دوست داره چطور چطور بود فراموش کرد چی؟ اول یوحنا 4 خورده ای یا کنار دانکه میگه که چطور برادر خودت یا خواهر خودت رو که میبینی نمیتونی محبت کنی، که خدا رو که نمیبینی میتونی محبت کنی. پس بعد از این میگه که اگر خدا رو واقعا محبت میکنی باید برادر خواهرت رو محبت کنی. هفته گذاشتم در موردش هم گفتم. اگر میگه که نه، اگر این کار رو نمیکنی پس دروغ میگی. و این کلام رو باید جدی بگیریم. کلام خداست و کلام خدا عزیزان قدوسه، مقدسه. کلام خدا که گفته شده اینه، حقیقت اینه، نمیتونی یک نکته ای از اونجا ورداری. میگه که اگر تو خدا رو که نمیبینی دوست داری، میگه که من دوستت دارم و برادرت یا کلیسا رو یا خانواده خود رو اونقدر اهمیت نمیذاری، پس دروغگو هستی. یعنی خودت نمیدونی که تو در دروغ زندگی میکنی. این واقعیت یکم باید ما رو تکون بده که واقعا ببینیم که واقعا درست خداوند واقعا یه مشکلی من دارم و این مشکل باید به حضور خدا بیاره. خداوند قلب منو عوض کن. ما اینجا امروز نمیخوام شما رو محکوم کنم، من میخوام تشویق کنم، تشویق کنم که با این امید به خانواده خدا نگاه کنی که و همینطور وظیفه خودت رو بدونی. وظیفه منم اونجا در این قسمتی هستم که بتونیم واقعا اراده خدا، نقشه خدا، هدف خدا رو انجام بدیم. خدا گفته انسان رو شبیه خودمون خلق کنیم. از ابتدا خدا ما رو فرزند خواندگی چیز کرده، خوانده و که یک روز خانواده ای داشته باشه که در محبت مقدس و بی‌عیب باشن. خدا دنبال اینه و این باعث میشه که خدا رو پرستش میکنیم، شکرگزاری میکنیم و همینطور هم عاشقش رو میشیم و همزمان ما تبدیل میشیم به شباهت او. آها اینجا نوشتم، فراموش کردم. کسی هرگز خدا رو ندیده اگر کسی هرگز خدا رو ندیده اگر یک دیگر رو محبت نماییم. کسی هرگز خدا رو ندیده اگر یک دیگر رو محبت نماییم، خدا ما رو، خدا در ما ساکن هست و محبت او در ما کامل شده هست. دوباره بگم کسی هرگز خدا رو ندیده. کسی هست که اینجا یک خدا رو دیده؟
تو قلبتون. گود. اگر یک دیگر رو محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل میشه. منظور اینه که زمانی که من تصمیم رو میگیرم محبت کنم، قدمای محبت رو ور میدارم، اون موقع هست که خدا رو با خودم، محبت خدا رو با خودم میبرم، یا راه رو مهیا میکنم، یعنی راه رو باز میکنم. میگه که اگه محبت خدا ما رو ساکن هست، یعنی اونجا دیگه بیشتر و بیشتر روی ما میاد، اونجا در ما محبت رو، محبت خودش رو بیشتر آشکار میکنه و این باعث میشه با این محبت کردن خودم اونجا تبدیل میشم به شباهت او. گوش کردین؟ فرق میکنه از این که تو اینجا ایستادی خدا من به من محبت بده بتونم محبت کنم. خدا میگه که نه، اول به تو میگم. خدا میگه که محبت در توست، روح خدا در توست، روح محبت پدر به وسیله روح القدس در قلبای ما ریخته شده. تو این قدم رو بردار، تصمیم رو بگیر، رو به رو هر برادر خواهری هم که هستی، یا تصمیم رو بگیر، قدم رو بردار، احترام بذار و همینطور هم رسپکتیان، یعنی میشه رسپکت کن، تردش نکن، قبولش کن. اون موقع هست که این محبت شروع میکنه به عمل کردن و این محبتی که عمل میکنه تو اول تبدیل میشی و این محبت در تو قرار میگیره. خدا آسونترین چیز رو برای ما آماده کرده، فقط به خاطر اینکه یا ما آگاه نیستیم یا اطلاع نداریم یا اونقدر شریعتی هستیم که فکر میکنیم در ما میخوایم یه چیزی روشن کنیم. تو هیچ چیزی نداری، ما همه ورشکستیم، از طریق محبت، از طریق آرامش، از طریق صلح ورشکستیم. هیچ چیزی در ما نیست. اگرم یه قسمت محبت هم میاد، پشتش غروره که آخر میگیم ببین من رفتم محبت کردم و این دیگه جلوی خداوند مثل آشغال میمونه. پس این قسمت هایی که الان ما صحبت کردیم، امیدوار هستم در این قسمت شما رو تشویق کرده باشم که این مشارکت رو بین خودمون شروع کنیم، بیشتر و بیشتر پرورش بدیم، همدیگر رو اول واقعا بگیم که ما یک خانواده هستیم. این باید توی مغز ما، توی قلب ما اینجا بشه. ما یک خانواده هستیم، ما عضو یک خانواده هستیم و وابسته با هم هستیم. هیچ کسی نمیتونه منو از تو جدا کنه، بگه که مثلا آلبرت تو برادر من نیستی. بگو خدا میگه که برادر توست، برو با پایین اون برادر توست. پس اینو باید اول چیز کنیم که ما واقعا عضو یک خانواده هستیم، با هم چسبیدیم. دومینش اینه که باید در این قسمتی که گمانشو، یعنی مشارکت هست، باید اونجا شروع کنیم دوستی رو با هم دیگه شروع کنیم. واقعا نه فقط برادر خواهر باشیم، دوست. منظور این نیست که همه دوست باشن. ما معمولا اینجوری عیسی مسیح هم نگاه میکنه میبینه که 12 تا شاگرد داشت، 3 نفر بود که بیشتر چیز بود، بعد از این 70 نفر بودن، بعد از این 120 نفر بودن. ما نمیتونیم همه رو اینطوری رابطه داشته باشیم، فقط حداقل تو کلیسا زمانی که این جلسه برادرها برار ما که جمع میشیم، تقریبا چند نفر هستیم؟ 20 یا تقریبا اینطوری 20 نفر هستیم. واقعا میتونم بگم لذت اونجا زمانی که ما جمع میشیم، صحبت میکنیم، کلام خدا رو چیز میکنیم، واقعا لذت، یعنی احساس میکنم واقعا خانواده هستیم. اینجا هم چیز نیست که مقام های چیز باشه، واقعا خودمون هستیم و میتونیم خودمون باشیم، احتیاج نیست رول بازی کنیم. و میبینید که چقدر برادرایی که وارد شدن اونجا چقدر آزاد شدن، چقدر رشد کردن. همینطور هم خواهرها هم همینطور. چه چیزای مشارکتای عالی هست. وسطشون اشتباهاتی هم میشه، فقط این اشتباه رو ور نداریم که بگیم آه به درد نمیخوره، بلکه بگیم خدا من شکرت میکنم اینم تو حل میکنی. و همینطور هم قسمت بعدیش همینطور گفتم احساس مسئولیت بکنیم و بگیم که چه همینطور میایین تو خادمین کلیسا، خادمین
چیز خانواده خدا میگه در این کلیسا چه ضعفی هست، چه چیزی هست که من میتونم پر کنم، چطور میتونم در این قسمت مثلا سرمایه گذاری کنم، زندگی من، وقت من، هر چیزایی که هست. این نشانه اینه که واقعا تو این در این مشارکت هستی و همینطورم با این اشتیاقی که گفتم، که با این اشتیاقی که با خدا زندگی میکنی، این اشتیاق رو به کلیسا هم همینطور به بدن مسیح یا به خانواده منتقل کنی. آخرین آیه با هم میخونیم، رومیان باب 12 از آیه 9 تا 11. محبت بی ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یکدیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. آمین. ادامه بدم؟ نمیدونم، من تا 11 نوشتم. در امید مسرور، در مصیبت صبور و در دعا کوشا و مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین بکنید و در مهمانداری سائی باشید. آمین. محبت بی ریا باشه. با محبت برادران، اینجا خواهران میتونیم اضافه کنیم، با محبت برادران و خواهران را یک دیگر را دوست دارید و هر یکی دیگر را بیشتر از خود اکرام بنماید. بیشتر بلندش کن. و این بلند کردن، محبت بی ریا، منظور اینه که جسمانی نیست، ماسمالی نیست، بوسیدن نیست. بی ریا یعنی خودت باش، بازی نکن. من فکر میکنم ما ایرانی ها، ارمنی ها همینطور، توش هم اصلا افغانی هم هست، ما اونقدر از بچگی یاد گرفتیم این چیز کردن، این تعارف کردن رو، این بازی کردن، که برای ما خیلی طول میکشه تا ما چیز باشیم، صادق باشیم. آلمانی ها میبینین که الان دورانهایی گذروندن دیگه، آزاد شدن از این چیز ریایی، توش هم هست، فقط اینطوری مثل ما نیست. ما اونقدر دیگه توی سلولای ما قرار گرفته، اتوماتیک دیگه به هر حال این روش رو نشون میدیم. فقط ما باید روی این چیزهایی کار کنیم که خودمون باشیم. حال چطوره؟ امروز بعد خیلی خوب نیست. من که هر دفعه میپرسم حال چطوره؟ مرسی، شما چطورین؟ گفتیم بابا منو صبر کن، من پرسیدم از اون حال چطوره؟ نه شما چطورین؟ عزیزا، من با نسرینم صحبت کردم، خودشم توی قلبشم بود هفته گذشته، در مورد همون موضوع خانواده که صحبت کردیم. خیلی توی قلب من بود یک جشن خانوادگی داشته باشیم و خانه، یعنی خانواده آلفا اومگا، با یک جشن با هم جمع بشیم. ما تقریبا یک 4 سال پیش بود این کار رو کردیم، تو کلیسای بارنبک بودیم، اونجا بیشتر خادمین بودن، که خادمین میخواستیم به خادمین این احترام بذاریم که خدمت میکنن، خیلی وفادار اونجا ایستاده بودن. فقط این دفعه گفتم که نه، ما باید الان همه اعضای، اینطوری بگم، اعضای اعضای خانواده آلفا اومگا، ما نمیتونیم همه رو دعوت کنیم، فقط من باید با آنسکار صحبت کنم، فکر میکنم در آخر شاید نوامبر باشه، یک روز شنبه تو این سالن بتونیم واقعا میزها بچینیم، واقعا مثل یک خانواده جمع بشیم و اونجا با هم جشن بگیریم و پدر آسمانی ما رو پرستش کنیم، عیسی مسیح رو پرستش کنیم، روح القدس هم همینطور. من تو فکرمون بود و گفتیم که این باعث بشه که شاید عملی یه کاری انجام بدیم که واقعا بدونیم که ما خانواده هستیم، همزمانم
خادمینی که تو این کلیسا سالهاست هم خدمت میکنن، وفادار خدمت میکنن. الان ما اینجا هستیم، نمیدونم حداقل یه 60 70 نفر اینجا خدمت میکنن. گفتیم احترام بذاریم. شما اونا وقتشو گذاشتن، زندگیشو گذاشتن. حداقل بتونیم به ایشان ازشان تشکر کنیم برای خدمتی که وفادار انجام میدن. من گفتم که یک نشانه بذاریم، یک مثل یک مهری باشه که واقعا با این جشن واقعا این در قلب ما این اشتیاق به وجود بیاد، این دید به وجود بیاد ما خانواده هستیم. که از اون به بعدم، یعنی از امروز به بعد امیدوار هستم دیدمون عوض بشه، واقعا برای همدیگه بجنگیم. و این قسمت آخری که نسیم خونده میگه که دیگر رو بیشتر از خود اکرام بدانیم، یعنی ارزش همدیگر رو بدونیم. آمین. به شما خبر خواهیم داد. فقط خیلی خوب میشه الان با هم دعا کنیم و بعد الان هم یک سرودی با هم بخونیم. فقط خوب میشه چشمان رو ببندیم، بگیم بدونیم که این هدف آفرینش خدا برای این تو رو و من رو آفریده، خانواده باشیم. خدا هم پدر آسمونی قلبش میتبه که کی اون خانواده من به این اتحاد، به این محبت میرسن. الان خودتون یه لحظه همینطور فکر کنین، دعا کنین، به چه دیدی نگاه میکنین، چه چیزی توی قلبت. الان اگه کلام خدا با قلبت صحبت کرده، الان فقط توی هپلوتی قرار گرفتی یا اصلا زندگی تو بی نظمه، اصلا نمیدونی، فکر میکنی فقط من میام کلیسا یا میرم کلیسا، فقط دید تو الان میتونی عوض کنی. بگه خداوند منو ببخش، من میخوام واقعا، من متعلق به کلیسا، به بدن، به خانواده تو هستم و من میخوام اونجا وفادار بمونم. این دعا رو خودت بکن. هاللویا خداوند، هاللویا خداوند، مرسی، مرسی پدر جان، مرسی خدای خالق، مرسی که زندگی ما بی هدف نیست. حتی ما نجات پیدا کردیم و میگیم من فرزند خدا هستم، اینم بی هدف نیست. اگه کلام تو میگه که در رومیان تمام خلقت منتظر پسران تو، خانواده تو هستن که به اون اتحاد و یک دلی رسیدن. پدر جان این فیض رو ببخش. امروزم در مورد خانواده صحبت کردیم، بیا روح القدس الان تو قلبا رو لمس کن. خدا من دعا میکنم روح القدس این اشتیاق رو در قلبای تک تک این عزیزان به وجود بیاری که واقعا بدونن وصل شدیم با هم. ما بعضی وقت میگیم که پدر هیچ کسی نمیتونه ما رو از محبت عیسی مسیح جدا کنه. فقط میتونم بگم همینطور هم میتونیم بگیم هیچ کسی نمیتونه خداوند ما رو از همدیگه جدا کنه. خداوند این فقط میتونیم بگیم این فیض رو ببخش به این کلیسای ما خداوند، به این خانواده تو در آلفا اومگا، که خداوند این روش، این زندگی رو ما نه صحبت کنیم بلکه زندگی کنیم. خداوند با ایمان دعا میکنم، میدونم این اراده توست که تو همین هم انجام بدی. و از همین الانم دعا میکنم برای این روز جشن. خداوند روزش و همه چی رو تو تعیین کن که واقعا اون روز واقعا بتونیم ببینیم که پدر یک جشنی آماده کرده و خانوادهش رو دعوت کرده، خانواده آلفا اومگا رو دعوت کرده. با این دید بیایم اینجا و جشن بگیریم. تشکر میکنیم و مرسی که دعای ما رو شنیدی، مرسی که خداوند دعای این عزیزانم شنیدی و طبق فیض و رحمتت انجام خواهی داد. آمین و آمین.